سرخط خبرها. اجرای حکم دو زندانی سیاسی کرد در ایران. سازمان‌های حقوق بشری میگویند دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در زندان ارومیه اعدام شدند. تایید حکم اعدام 3 نفر از معترضان آبان سال گذشته در دیوان عالی. قوه قضاییه ایران میگوید هنوز امکان تغییر حکم وجود دارد. بازگشت دوباره برخی محدودیت‌های اجتماعی به تهران. 25 استان ایران در وضعیت قرمز یا هشدار شیوع کرونا هستند. ادامه خشونت‌ها 5 ماه بعد از توافق صلح واشنگتن با طالبان. نماینده ویژه آمریکا خواستار اجرای کامل تعهدات برای آغاز مذاکرات بین الافغانی شد. چند سازمان مدافع حقوق بشر گزارش کردند که 2 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شدند. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله روز گذشته برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دیروز سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته بود که اجرای حکم این 2 نفر را متوقف کند. عفو بین‌الملل روند قضایی منجر به صدور این حکم را به شدت ناعادلانه خوانده و گفته که حکم بر اساس اعترافاتی صادر شده که با شکنجه و بدرفتاری گرفته شده. همکارم ژیار گل از لندن از طریق سکایپ با ماست. ژیار، عفو بین‌الملل میگه که روند قضایی به شدت ناعادلانه بوده. خب کسرا، اگه به روند، اگه به عکس العمل مقامات مقامات امنیتی و قضایی ایران نگاه بکنیم و به گفته های بستگان این افرادی که اعدام شدن و وکلای اونها، تناقضات زیادی در پرونده دیده شده. به همین جهت کسرا میبینیم در عرض چند سال گذشته 4 بار این پرونده به دیوان عالی کشور رفته بود و دوباره به دادگاه بدوی، به دادگاه تجدید نظر، دوباره اونها ارجاع داده شده بود به دادگاه انقلاب که برها دوباره بررسی بشن. بالاخره نهایتا این احکام دوباره تایید شدن و حکم اجرا شد. به مثلا یکی از نکاتی که در پرونده هستش اینه که مثلا دیاکو در اون زمان سال 1389 سرباز بوده، در سردش در یک پادگانی در اون موقع یکی از فرماندهان ارتش اون موقع شهادت داده، نامه داده که گفته ایشون در اون موقع در هنگام انفجار در سردش بوده و نمیتونسته همزمان در یه جای دیگه باشه، چرا که وظایفش ضبط شده. به هر حال تناقضات زیادی هست. این افراد حدود 1 سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد بودن، اونا تحت شدیدترین فشارها بودن و به گفته وکلا و خانواده و حتی خود اینا به همبندیهاشون در زندان گفتن اونا مجبور شدن بعد زیر شکنجه چیزی که وزارت اطلاعات برای اونها نوشته شده بود اعتراف کنند. ژیار، پیام این 2 اعدام چیه در کردستان؟ آیا شرایط رو متشنج خواهد کرد یا چی؟ ببینید، شرایط در کردستان اگه نگاه کنیم، بخصوص در این ایامی که منطقه شیوع کرونا خیلی شدت داره، ما میبینیم احکامی که قبلا صادر شده بود، حکمای اعدام و سریعا اینا رو اجرا میکنن و حتی احکامی علیه فعالان حقوق بشری هم سنگین تر بوده. مثلا همین خانم زارا، یکی از معلمان زبان کردی، به 10 سال زندان محکوم شده و این احکامی که الان ما بینیم افرادی که مثل دیاکو و مثل صابر که حکم اعدام داشتن سالها پیش، میبینیم سریعا اینا رو اجرا میکنن. از یک طرف خب مردم به خاطر شیوع کرونا میترسن دور هم جمع بشن، این از تجمعهای اعتراضی جلوگیری میکنه. از طرف دیگه هم خانواده ها این فرصت رو نخواهند داشت که دور هم جمع بشن و برای فرزندشون که اعدام شده به هر حال مراسمی ختمی بذارن. اما خب علائمی که از دادگستری و قوه قضاییه میاد به نظر میرسه اینا میخوان با شدت با هر کی گروهی که مخالف هستن برخورد بکنن و نشون هم دادن در این چند ماهه که احکام رو اجرا کردن. ژیار، خیلی ممنون از شما. ژیار گل همکارمون از لندن از طریق اسکایپ با ما. سخنگوی قوه قضاییه ایران از اعدام یک کارمند بازنشسته سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع خبر داده. غلام حسین اسماعیلی نام این فرد را رضا عسکری و اتهام او را جاسوسی درباره برنامه موشکی ایران اعلام کرده.
قوه قضاییه گفته آقای عسکری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ارتباط داشته و هفته پیش اعدام شده. بعضی از رسانه‌های هند میگویند که ایران هند را از پروژه ریلی چهاربهار به زاهدان کنار گذاشته و علت این اقدام را تأخیر هند در تامین مالی پروژه اعلام کرده. این قرارداد 4 سال پیش بین دو کشور منعقد شده بود. گفته شده که دولت ایران تصمیم گرفته به تنهایی این طرح را اجرا کنه. هفته پیش ریل گذاری راه آهن زاهدان چهاربهار با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران افتتاح شد. هنوز از مقام‌های ایرانی اظهار نظری در این باره منتشر نشده. قوه قضاییه ایران میگوید که حکم اعدام 3 نفر از معترضان آبان پارسال در دیوان عالی تایید شده، اما هنوز ممکن است که با دخالت رئیس قوه قضاییه یا دادرسی فوق‌العاده این حکم تغییر کند. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اسفند ماه گذشته به اتهام‌هایی از جمله مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام و همچنین محاربه به اعدام محکوم شده بودند. مصطفی نیلی وکیل این 3 نفر چند روز پیش گفته بود که دیوان عالی کشور با فرجام خواهی آنان مخالفت کرده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز درباره چگونگی دستگیری این 3 نفر توضیحاتی داد. 2 نفر از این افراد در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. رفته بودند برای ربودن اموال یکی از خانوم‌ها. مراجعه کرده بودند مسلح به سلاح سرد و با تهدید با اسلحه که اموال این خواهر هموطن ما رو بربایند، که خدا کمک کرد هم به اون خواهر ما و هم به جامعه که برخی از بستگان ایشون رسیدن کمک کردند و باعث دستگیری این افراد شدند. بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل خود این افراد اینها صحنه هایی که بانک آتیش میزنن، صحنه هایی که اماکن عمومی رو آتیش میزنن، صحنه هایی که اتوبوس های مربوط به شهرداری رو آتیش میزنن و اقدامات خرابکارانه ای رو که انجام دادن و با جسارت از اعمال مجرمانه خودشون فیلمبرداری کردن. این فیلم ها رو برای برخی از خبرگزاری های خارج از کشور ارسال کردن، در حافظه موبایلشون هم موجود بود. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از ترندهایم نروژ با ماست. خانم امینی، ظاهرا اعدام اینها در دیوان عالی تایید شده، اما هنوز ممکنه که اعدام نشن، درسته؟ ظاهرا پرونده در مرحله استیزان هست، یعنی مرحله آخری که رئیس قوه قضاییه باید حکم رو تایید بکنه، اینطور که شنیده ها میگه. بله، ولی امروز رسما دیوان حکم رو تایید کرده، حکم اولیه. و در مورد پرونده و روند قضایی چی میشه گفت؟ ببینید، مهمترین چیزی که وجود داره اینه که ایرادی که در واقع هم رسانه ها هم حقوقدانان به موضوع گرفتن، هم در مرحله در واقع خود حکم هست، یعنی این که تعریفی که در قانون به عنوان جرم سیاسی اومده نیاز به مستنداتی داره که در این پرونده مشاهده نمیشه. دست کم وکیل پرونده عنوان میداره که دسترسی به خود پرونده و خواندن اون نداشته. همین نشون میده که در واقع رویه قضایی هم که این پروسه طی کرده، روند قضایی که طی کرده تا مرحله حکم، روند غیر قانونی بوده. بنابراین هم در مصداق جرم سیاسی باید تردید داشت و هم در مستندات، مشاهدات و رویه قضایی. در واقع میشه گفت که این حکم یک حکم سیاسی هست و از هر گونه سندیتی برای محکومیت قضایی فارغ هست. بیشتر به نظر میرسه که شبیه دادگاه‌های صحرایی و دادگاه‌های نظامی هست که بدون حضور در واقع عناصر رسمی و قانونی یک محکمه عادلانه این حکم صادر شده. شدیدترین حکم ها هم داره صادر میشه.
همین امروز ما گزارش داشتیم دو شهروند کرد اعدام شدن، یک نفر به اتهام جاسوسی اعدام شده. چرا اینقدر اعدام این روزها؟ سوال بسیار مهمی هست. در واقع زمانی که من در ایران بودم، اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. برای یک پرونده محکوم به سنگسار به مشهد رفته بودم. وقتی که از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی پرسیدم که این حکم در واقع در این تاریخ به اجرا در اومده، با خنده به من گفتن ما به رسانه ها اعلام نکردیم که این حکم اجرا بوده. به رسانه ها گفتیم سنگسار بوده، گفتیم اعدام بوده، شما از کجا فهمیدید؟ همین نشون میده که اعلام کردن احکام اعدام خودش یک مسئله سیاسی هست در ایران، به دلیل اینکه میتونه بر روابط اقتصادی ایران تاثیر بذاره، به دیپلماسی ایران تاثیر بذاره، چهره ایران رو در روابط بین الملل مورد پرسش قرار بده. همه اینها در واقع در اعلام کردن این احکام نقش دارن. بنابراین از اون سو وقتی که خود قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اصرار داره بر نمایش این اجرای احکام ها و صدور احکام ها، در واقع نشان دهنده یک مسئله سیاسی در پشت مسئله است. ایران معمولا وقتی در بحران اعتراض های مردمی قرار میگیره با این اسباب در واقع اسباب سرکوب رو فراهم میکنه با رعب و وحشت. خانم امینی خیلی ممنون از شما. آسیه امینی از ترندهایم در نروژ ما بود. متشکرم. یک ماه بعد از آغاز دور تازه اعتراض‌ها در کارخانه نیشکر هفت‌تپه، 4 نفر از نمایندگان کارگران بازداشت شدند. کارگران به پرداخت نشدن دستمزدها معترضند و همچنین خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی و تغییر مدیریت کارخانه. 5 سال بعد از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، 2 خریدار و مالک این شرکت به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شدند. امید منتظری از لندن از طریق سکایپ با ماست. امید، مدتی بود که از هفت‌تپه خبر بازداشت و درگیری و زندانی شدن افراد نبود. چی شده دوباره؟ کسو اصلا میشه گفت مدتی بودش که ما شاهد سیاست متفاوتی بودیم از طرف قوه قضاییه. یعنی تا حدی نرمش نشون میدادن، آستانه تحمل بالا رفته بود در برابر اعتصاب کارگران و همزمان داشت دادگاه 2 از مالکان کارخانه برگزار میشد. اتفاقی که الان افتاده دقیقا نقطه مقابل عفیه که تو خرداد ماه همین امسال صادر شد. یعنی 4 از نماینده های کارگران بازداشت شدن. این به این معناه که ما با 2 جور سیاست طرفیم. یک سیاستی که داشت به کارگران میگفتش که شما تقریبا دستتون بازه برای اینکه اعتراض کنین، و حالا 4 از نمایندگان کارگران، کسانی که 2 از اینها یعنی آقای خنیفر و آقای بهمنی، کسانی هستند که در دادگاه فساد اقتصادی مدیر کارخانه به عنوان مطلع حضور پیدا کردن، اونها امروز بازداشت شدن و پرونده هفت‌تپه پرونده یه که نمیشه گفتش که احتمالاً یک مقام محلی به راحتی رفته و اینها رو بازداشت کرده. پرونده‌ای که حساسیت روش هست، خود رئیس قوه قضاییه روش نظر میده. این نشون میده که به نحوی انگار سیاست‌گذاری امنیتی تغییر کرده، آستانه تحمل پایین اومده و خب ما شاهد سیاست متفاوتی هستیم. و این دستگیری های تازه علتش روشن هست؟ مشخصا اتهام چیه؟ چه گذشته؟ ببین، آخرین خبری که اومده خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران گفته که کارگرانی که بازداشت شدن داشتن دوران نقاهت بیماری کرونا رو میگذروندن و اعتراض کرده که در واقع این برخوردی که صورت گرفت اصلا خیلی غیر منتظره بوده. خود کارگران هفت‌تپه اعلام کردن که موقع بازداشت بسیار خشن برخورد شده، فحاشی شده توی بیانیه‌شون گفتن،
و خب این کاملا یک سیاست متفاوتیه که شاید به نحوی میشه گفتش که نگرانی وجود داره در مورد هفت‌تپه که یک شهر دور این کارخونه میگرده، 5000 تا کارگر داره در کنار خانواده هاشون در نظر بگیری، تعداد خیلی زیادی هم میتونه این نگرانی وجود داشته باشه که اون بحران اقتصادی، اون چیزی که آقای روحانی گفتش که اگه من محدودیت ها رو برگردونم ممکنه که دوباره بحران اعتراض به وجود بیاد، این نگرانی وجود داره، مخصوصا به خاطر اینکه هفت‌تپه یک جوری نماد و نشانه بوده از مقابله با اون شکلی از خصوصی سازی که به هر صورت کارگرها بهش اعتراض دارن و معتقدن که باید مدیریت این کارخونه عوض بشه. امید، خیلی ممنون از شما. امید منتظری از طریق اسکایپ از همینجا لندن با ما بود. متشکرم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد، در زندان ارومیه اعدام شدند. قوه قضاییه ایران می‌گوید که حکم اعدام 3 نفر از معترضان آبان ماه در دیوان عالی تایید شده. استانداری تهران با بالا گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا، از امروز به مدت 1 هفته بعضی مکانها مثل باشگاه‌ها، مراکز تفریحی و تالارهای عروسی را تعطیل کرده. نماز جمعه تهران هم از این هفته برگزار نخواهد شد. همزمان مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفته که برای برگزاری مراسم محرم تابع ستاد ملی مقابله با کرونا است. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 179 نفر در ایران جانشان را از دست دادند. فرین عاصمی گزارش میداد. همه هموطنان عزیز، استفاده از ماسک رو، توصیه به استفاده از ماسک در مکانهای عمومی. مقامهای مختلف از مردم میخواهند ماسک زدن را فراموش نکنند. و مهم اینه که من تاکید میکنم اگر در یک جمعی 4 نفر ماسک زده باشن ولی 1 نفر وارد بشه و ماسک نزده باشه و ایشون و اتفاقا مبتلا باشه، میتونه بین 30 تا 50% حتی اونهایی رو که ماسک هم زدن مبتلا بکنه. بعضی از مقام ها حتی تهدید هم کردند، از جمله محمود عباسی معاون وزیر دادگستری که به قصاص تهدید کرده. کسی که با اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری‌های زمینه‌ای خطر مرگ برای آنها دارد، یا با نزدن ماسک، سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجب ابتلای آنها به کرونا و در نهایت موجب مرگ آنها شود، مرتکب جنایت عمدی شده و قصاص خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر از ضابطان قضایی و دادستان‌ها خواسته بود برای مقابله با شیوع کرونا از جمله اجبار به استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی فعالیت بیشتری از خود نشان دهند. این ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته می‌شود این دو جوان مشغول جدا کردن ماسک‌های استفاده شده هستند. بی بی سی فارسی نمی‌تواند صحت این موضوع را تایید کند، اما در روزهای گذشته نگرانی‌هایی وجود داشت از جمع‌آوری ماسک‌های استفاده شده از داخل سطل‌های زباله و تمیز و اتو کردن آن و فروش دوباره‌اش در بعضی شهرها. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، تاکنون 262173 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. 13211 نفر جان خود را از دست دادند و 225270 نفر بهبود پیدا کردند. بعضی مقام‌های بیمارستانی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند آمار واقعی بالاتر از این ارقام است. استانداری تهران گفته برای کنترل روند روبه رشد شیوع کرونا در تهران، برخی محدودیت‌های اجتماعی 1 هفته‌ای در این شهر برقرار می‌شود. باشگاه‌های ورزشی، قهوه‌خانه‌ها و کافه‌ها، شهربازی و مراکز تفریحی، استخرهای سرپوشیده و نماز جمعه در تهران تعطیل است. تالارهای عروسی و مساجد برای عزاداری هم در این استان تعطیل است. معاون سازمان تبلیغات اسلامی هفته گذشته گفته بود امسال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برنامه‌های مساجد و هیئت‌ها در ماه محرم برپاست. با این حال امروز علی اصغر سهرابی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفته به دنبال برگزاری مراسم محرم مانند شرایط قبل از کرونا نیست
ضمن اینکه به دنبال ایده های نو برای برپایی این مراسم است، اما تابع ستاد مقابله با کرونا است. وزارت بهداشت اعلام کرده 12 استان ایران در وضعیت قرمز هستند. 13 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. کشوری این هست که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که به استان همدان سفر کرده گفته 92% ابتلا به کرونا در این استان از دور همی‌ها و داخل خانواده است. So now without further ado I will hand over to Dr. Tedros. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته پیام‌های متناقض از سوی رهبران کشورها مردم را گمراه کرده و موجب ناکامی در مبارزه با کرونا شده. او گفته اگر اقدام جدی انجام نشود وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا بد و بدتر خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. نزدیکان پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته در ایران می‌گویند که پدر او و همسرش در جزیره کیش ناپدید شدند. به گفته آنها منوچهر بختیاری و همسرش برای بازگشت به تهران به فرودگاه کیش رفته بودند، اما سوار هواپیما نشدند و بستگان و اطرافیانش از سرنوشت آنها بی‌خبرند. آقای بختیاری سال گذشته بعد از انتقادهای تند از مقامهای حکومتی برای مدتی بازداشت بود. مرداد بختیاری برادر منوچهر بختیاری از تهران با ماست. آقای بختیاری چه خبر تازه؟ به نام ایران، من درود میفرستم خدمت شما و عزیز ایران. خدمتتون عرض کنم که از دیروز دوشنبه مورخ 23/4/1399 ساعت 7 بعد از ظهر دیگه ما هر چقدر که با داداش و خانومش تماس گرفتیم خبری از ایشون نداریم. گوشی‌هاشون از دست خارج شده و ما شدیداً دلنگرانشون هستیم. قرار بود که دیروز برگردن به تهران از کیش. به کیش چرا کیش رفته بودن؟ در شب جمعه برای دادخواهی و تظلمخواهی خلیج تا ابد فارس و مردم مظلوم ایران و به خاطر محکوم کردن قراردادی که بین رژیم جمهوری اسلامی و چین رفتن تا صدای مردم ایران باشن و این قرارداد ننگین رو محکوم بکنن و توی اون دو سه روزی که اونجا بودن ما با همدیگه مدام در ارتباط، ولی از دیروز ساعت 7 بعد از ظهر دیگه هیچ خبری از ایشون ما نداریم و شدیداً دلنگرانشون. پیگیری های شما چگونه بوده؟ با کیا تماس گرفتید؟ چه گفتن به شما؟ خدمتتون عرض کنم که با جزیره کیش ما تماس گرفتیم، با پلیس فرودگاه، با هواپیمایی کیش تماس گرفتیم، ولی متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشد. گفتن که باید از دادگاه نامه بیارید برای ما جواب شما رو بدیم و از اینجور حرف ها که ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم جوابتون رو بدیم، از مراجع دیگه سوال کنید و هیچ جواب درستی به ما ندادن و ما هیچ خبری از دیروز ساعت 7 بعد از ظهر به اینور ما از منوچهر بختیاری نداریم که برادر من باشه. نگران هستید؟ فکر میکنید که حدس و گمان شما چیه؟ چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ نمیتونم چیزی عرض کنم که دستگیری از سمت رژیم اتفاق افتاده باشه یا نمیتونم چیزی بگم، چون سری قبلی هم که ما بازداشت شدیم خیلی بیخبر اومدن ما رو ساعت 12 شب اومدن چندین نفر مسلح و اسلحه ریختن رو سر ما رو بازداشت کردن و اول به مکانی نامعلوم بردن که ما بعد از یکی دو روز متوجه شدیم که اونجا بند اطلاعات زندان رجای شهر کرج هستش و تا شاید 10-15 روز خانواده ما داشتن که ما رو به کجا انتقال دادن. بله. و هیچ گونه پاسخگویی
نداشتم که خانواده ما متوجه بشه که ما به کجا برده شدیم. آقای بختیاری خیلی ممنون از شما، امیدوارم که خبر مساعد و خوب دریافت کنید به زودی. متشکرم از شما. مرتاد بختیاری بود، برادر منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که دیروز از هنگام سوار شدن بر به هواپیما در فرودگاه کیش ازش خبری نیست. زرمی خلیلزاد نماینده افغانستان در مذاکرات صلح افغانستان گفته که بعد از 135 روز اجرای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان به نقطه عطف رسیده. قرار بود در این مدت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 8600 نفر کاهش پیدا کند. آقای خلیلزاد گفته نیروهای آمریکایی از 5 پایگاه در افغانستان خارج شدند. طالبان از تکمیل مرحله اول توافقنامه یعنی کاهش سربازان آمریکایی استقبال کرده و آن را گام مثبتی خوانده، اما از تأخیر در تبادل زندانی‌ها ابراز تأسف کرده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. 29 فوریه، قطر. دو دشمن قسم خورده دست در دست هم. دو طرف پس از نزدیک به دو دهه جنگ و بعد از 18 ماه مذاکره به توافق صلح رسیدند. توافق هر چه بوده به دل طالبان بوده، آن را با عنوان پیروزی دانستند. گپ جورج بوش را یادآوری کردند که از پایان رژیم طالبان گفته بود. طالبان رژیم is coming to an end. و در ادامه اما از ترامپ که گفته بود با رهبر طالبان شخصا دیدار خواهد کرد. این یعنی از کجا به کجا رسیدند. یکی از نکات مهم توافقنامه دو طرف کاهش نیروهای آمریکایی به 8600 نفر در ظرف 135 روز است، زمانی که حالا گذشته. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در این مذاکرات گفته که 135 روزگی توافق با طالبان نقطه عطفی در اجرای آن است. او گفته ایالات متحده بسیار سخت تلاش کرده که مرحله اول تعهدات خود را انجام دهد، از جمله کاهش نیروها و خروج سربازان این کشور از 5 پایگاه نظامی در افغانستان. خلیلزاد علاوه کرده که آزادی زندانی‌های دو طرف هر چند کنده است، اما در این زمینه پیشرفت بزرگی صورت گرفته. دولت می‌گوید تاکنون نزدیک به 4200 طالب را آزاد کرده و طالبان هم می‌گویند نزدیک به 800 نیروی امنیتی را آزاد کردند. با این حال تاکنون اما مذاکرات بین الافغانی، یکی دیگر از نکات توافقنامه، آغاز نشده. سه تا دلیل عمده برای تعویق مذاکرات بین الافغانی هست. اولش دوام خشونت از جانب طالباست، بحث بعدی آزاد نشدن زندانیان طالبان هست و موضوع سوم آماده نشدن شورای عالی مصالحه و ساختارهای مصالحه در درون حکومت افغانستان هست. از کاهش خشونت ها خبری نیست. در چند روز اخیر گروه طالبان حملات خود را در چندین ولایت از جمله در ولایات شمال افغانستان گسترش داده. ارتش هم مدعی کشتن ده ها جنگجوی طالب شده. طالبان و دولت پشت میز مذاکره ننشستند، جنگ ادامه دارد، حملات انتحاری گروه داعش هم دو برابر شده. نتیجه این که در 6 ماه گذشته امسال هم هر روز 16 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در این جنگ جان باختند، وضعیتی که ادامه دارد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.